بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با یک جلسه اضافه در مورد خط تأثیر سازه. خب خط تأثیر، اول میام یک تعریفی از خط تأثیر خدمتتون میگیم. خط تأثیر the influence line، یعنی خط تأثیره، تأثیر حرکت بار واحد در طول تیر بر روی یک پاسخ سازه‌ای رو ما خط تأثیر اون تابع میگیم. خب ببینید، ما اینجا با یک حرکت بار واحد سر و کار داریم. ببینید، ما اینجا یک تیر آبی رو داریم که در طول این تیر آبی ما بار واحد میتونه حرکت کنه و هر جایی که حرکت کرد ما در این نقطه اگر عکس العمل تکیگاهی رو به دست بیاریم، این میشه تأثیر این بار در این تکیگاه آر آ. مثلا اگر بار واحد بر روی خود تکیگاه آر، در واقع آ، قرار بگیره، این کل بار به همین عکس العمل میرسه، یعنی اینجا یک میشه. اگر این وسط باشه تقریبا دقیقاً نصف این بار به این تکیگاه، حالا نصفم به اون ور میره، کاری به اون یکی نداریم، ما الان داریم آر آ رو بررسی میکنیم و اینجا ارتفاعش میشه نیم، و اگر در این انتها باشه مقدارش میشه صفر. به این صورت ما خط تأثیر این عکس العمل تکیگاهی رو میتونیم ترسیم کنیم که مقدارش در وقتی که بار واحد بر روی خود نقطه باشه مقدار یک، و وقتی که بر روی تکیگاه اونوری باشه هیچ سهمی از این بار بر روی این نمیرسه، و در واقع وقتی که بار واحد این ور باشه هیچ تأثیری بر روی آر آن نداره. به همین خاطر اینجا مقدارش صفر شده. ما عکس العمل در واقع به این صورت که این آر آ یک تابع سازه‌ای است و خط تأثیرش رو ترسیم کردیم، به همین صورت میتونیم در واقع خط تأثیر مربوط به سایر در واقع توابع سازه‌ای رو ترسیم کنیم. مثلا فرض کنید بخوایم خط تأثیر تکیگاه B رو ترسیم کنیم، خط تأثیر تکیگاه B با حرکت بار واحد شبیه همین میشه، ولی این ورش یکه و این طرف صفر میشه و آر بی پس به همین صورت میشه. ما سایر توابع داخلی یا نیروهای داخلی و یا حتی عکس العمل لنگر رو هم میتونیم خط تأثیرش رو ترسیم کنیم، و اگر بار واحد رو در چند نقطه بذاریم و این مقادیر رو به هم وصل کنیم، میتونیم اصطلاحاً به روش مستقیم عکس رو در واقع خط تأثیرها رو ترسیم کنیم. این رو که در واقع بار رو حرکت بدیم و در نقاط مختلف ما مقادیر این عکس العمل رو به دست بیاریم و این مقادیر عکس العمل رو در هر نقطه مقدارش رو بذاریم، رو بهش میگن روش مستقیم ترسیم نمودار خط تأثیر. پس ما مثلا اینجا در این پایین فرض کنید بخوایم خط تأثیر عکس العمل B رو ترسیم کنیم، واسه خط ترسیم عکس العمل تکیگاهی B ما کافیه که در دو نقطه مقادیر بار واحد رو قرار بدیم. مثلا در نقطه A مقدارش صفره، و اگر بار واحد روی خود تکیگاه B باشه مقدارش یکه. خط تأثیر بچه ها سازه های معین همیشه خطی خواهد بود. پس این نکته است، خط تأثیر سازه های معین همیشه خطیه، و برای ترسیم خط بچه ها ما کافیه که مختصات دو نقطه رو داشته باشیم. یعنی ما اگر یه سازه چند دهانه داشته باشیم، کافیه که در ابتدای هر دهانه، ابتدا و انتهای هر دهانی مقادیر اینفلوئنس لاین رو اگر داشته باشیم، یعنی بار واحد رو در اون نقاط کلیدی اگر قرار بدیم و مقادیر اون در واقع تابع سازه رو حساب کنیم و اونا رو به هم وصل کنیم، این خط تأثیر یک در واقع تیر چند دهانه ترسیم میشه که به این میگن روش مستقیم، که خیلی آسون هستش و بار رو بایستی در چند نقطه قرار بدیم و مقادیری که از اون تابع به دست میاد رو ترسیم کنیم. مثلا همین نقطه در واقع B رو من این رو در دو نقطه میذارم، اگر
در نقطه وقتی که بخوام آر بی رو ترسیم کنم، وقتی که روی بی خودش هست مقدارش یکه، وقتی که بار واحد روی آ هست مقدارش صفره. پس من صفر رو به یک وصل میکنم. همین، این عکسون یه دهانه بود، من فقط دو نقطه ابتدا و انتها رو ترسیم کنم کفایت میکنه. یعنی اینجوری این خط تاثیر آر بی هستش که اینو بهش میگن روش مستقیم، که این روش مستقیم برای همه سیستما، چه تیر باشه، چه خرپا باشه، چه قاب باشه، حالا قاب معمولا خط تاثیر خیلی نمیگن، ولی در هر نوع سازه‌ای باشه این روش مستقیم قابل استفاده است. ولی معمولا اون چیزی که در واقع ازش بیشتر استفاده میکنن یک روش سریع هستش که برای خط تاثیر استفاده میشه، که بهش میگن در واقع اصل مولر برسلا. ما یک در واقع اصلی داریم به اسم مولر برسلاوز پرینسیپل. این اصل مولر برسلاو چی میگه بچه‌ها؟ این اصل مولر برسلاو میگه که ما اگر بخوایم خط تأثیر یک تابع رو ترسیم کنیم، کافیه که درجه آزادی مربوط به اون در واقع قید رو حذف کنیم، اون تابع رو حذف کنیم و یه تغییر شکل واحد اعمال کنیم و فرم تغییر شکل یافته سازه دقیقاً همون خط تأثیره. پس بچه ها ببینید چی هستش؟ این اصل مولر برسلاو چی میگه؟ یک، درجه آزادی مربوط به اون فانکشن را حذف میکنید، درجه آزادیش را حذف میکنید، تغییر شکل واحد اعمال میکنید، فرم تغییر شکل یافته سازه همون خط تأثیر میشه. پس این اصل مولر برسلاوه که به این صورت ما میتونیم ازش از ترسیم در واقع خط تأثیر سازه رو ترسیم کنیم. این اصل مولر برسلاو در سازه‌های معین شکل دقیق خط تأثیر به ما میده و در سازه‌های نامعین شکل کیفی رو به ما میده. میگه که آقا شکلش اینه، حالا اگر بخواید دقیق بشه بایستی اون تغییر شکل واحد رو که اعمال میکنیم واقعا برید سازه رو تحلیل کنیم، تغییر شکل رو به دست بیاری، مقادیر رو بذاری روش، اون میشه دیگه مقال در واقع نمودار در واقع اصلی اون. پس ببینید بچه‌ها، اگر سازه ما معین باشه، فور این رو می نویسم، پس فور determinate structures، سازه های معین، و فور indeterminate structures برای سازه های نامعین، سازه های نامعین indeterminate. این خط تأثیر واسه اولی حتما خطی هستش، ولی واسه دومی حتما یه قسمت غیر خطی خواهد داشت. پس این اولی این خطی میشه، یه سری خط میشن. وقتی که یه سری خط بشن، همون جوری که عرض کردم تو در واقع یک سری دهانه ها، ما اگر نقاط ابتدا و انتهاش رو داشته باشیم میتونیم اون رو ترسیم کنیم. پس این در واقع بحث چیه؟ بحث مربوط به شکل خود خط تأثیر، یعنی اینفلوئنس لاین هستش. پس این اینفلوئنس لاین ما، خط تأثیر ما، خط تأثیر ما میتونه چی باشه بچه‌ها؟ میتونه خطی باشه، توی سازه معین خطیه بچه‌ها، لینیره، یعنی یه سری خطه، و اینجا نان لینیر میشه، غیر خطی. حالا هرچند ممکنه تو مواردی قسمت های خطی هم داشته باشه، ولی عموماً چیه؟ سازه نامعین غیر خطیه. ما اصل مولر برسلاوی که الان گام هاش رو می نویسم و معمولاً از این اصل مولر برسلاو استفاده می کنیم واسه سازه های معین که خطیه نمودار دقیق می کشه، ولی واسه این حالت با اصل مولر برسلاو واسه این نمودار در واقع کوانتیتیو رو به ما میده، کوالیتیتیو رو به ما میده، یعنی نمودار کیفی رو به ما، یعنی شکل ظاهریش رو به ما میده و مقدار دقیق نیست. خب اصل مولر برسلاو چی میگه؟ این مولر برسلاو پرینسیپل
که عرض کردم، میگه که یک، اگر یک eliminate یعنی حذف کنید. الان مثال که حل کنم بچه این رو متوجه میشید که چیه. Eliminate DOF of DOF یعنی degree of freedom، درجه آزادی، درجه آزادی of the structural function، یعنی اون چیزی که میخوای خط تاثیرش رو ترسیم کنه. Structural function اون تابع سازه ای رو که میخوای خط تاثیرش رو ترسیم کنیم. دو، گام اوله. دو، apply اعمال کن، applying a unit deformation to in the that you have در واقع با تغییر شکل و با واحد رو بایستی به اون درجه آزادی اعمال کنیم. خب این کارو که کردیم، فرم تغییر شکل یافته سازه همون خط تاثیر هستش. پس اینجا deformation پس اینجا می نویسیم in this case، می نویسیم در این حالت، in this case deformation یعنی فرم تغییر شکل یافته، deformation form of a structure چیه بچه ها؟ همون خط تاثیره. خب اینجا این سه تا گام رو اینجا نوشتم که بدونید ما الان چند تا مثال حل میکنیم از این استفاده خواهیم کرد. of a structure is the influence line. influence line of اون تابع سازه میشه. خب پس این گام های در واقع اصل مولر برسلاو هستش که ازش استفاده میکنیم و خط تاثیر رو ترسیم میکنیم. مثلا بچه ها همین تیری که اینجا ترسیم کردیم، ببینید این تیری که ترسیم کردیم، ما این رو در واقع یه تیری داریم، میخوایم آر آر رو ترسیم کنیم. خب آر آ یعنی تغییر شکل در، ببینید یعنی خط تاثیر تکیگاه در نقطه آ. تکیگاه در راست، یعنی آر آ رو میخوام. آر آ درجه آزادیش میشه چی؟ یعنی در واقع حرکت کردن در جهت وای. گام یک بایستی این درجه آزادی رو حذف کنیم، یعنی فکر کنیم این قید وجود نداره، این قید وجود نداره. حالا این رنگش رو یه رنگ سیاهی چیزی بذاریم که معلوم باشه. فرض کنیم این درجه آزادی وجود نداره، این درجه آزادی حذف شده، یعنی در این راستا سازه میتونه حرکت کنه. ببین میخوایم آر آ رو ترسیم کنم، پس این گام یکه، این آر آ گام یک، گام یک آر آ این فرض میکنیم که این درجه آزادی وجود نداره. گام دو تغییر مکان واحدی اینجا اعمال میکنیم. این تغییر مکان رو حالا با یه رنگ دیگه نشون میدم که با اون فرق کنه. خب یه تغییر مکان واحدی اینجا اعمال میکنیم، یعنی اینجا به اندازه یک بره بالا. خب اینجا اگر یک بخواد بره بالا بچه ها چی میشه؟ خب این سازه میخواد بره بالا دیگه. وقتی که میخواد بره بالا بچه ها، این طرفش که گیره، این طرفش گیره، این نمیاد بالا، اینجا بین میچسبه میاد بالا. فرم تغییر شکل یافته ای که سازه در واقع ایجاد میکنه یک، بعد اینجا میچرخه میاد پایینجا. این در واقع با توجه به اصل مولر برسلاو، این نموداری که میبینید این میشه چی؟ خط تاثیر این آر آ. خیلی راحت به این صورت ترسیم شد. سازه اگر چند دهانه هم باشه دقیقا به همین صورت هستش. اول درجه در واقع دی او اف مربوط به اون تابعی که میخوایم خط تاثیرش رو ترسیم کنیم رو اول ور می‌داریم، یک تغییر شکل وارد بهش، یک تغییر شکل واحد بهش اعمال می‌کنیم. این فرم تغییر شکل یافته یعنی این نمودار، حالا بذار اجازه بدید این رو همش یه رنگ مثلا سیاه بکنم، این نمودار سیاه رو کلن این چیه بچه‌ها؟ این نمودار خط تاثیر این آر آ هستش. خب
حالا من قبل از این که چند تا مثال چند دهانه بزنم، چند تا نکته بهتون میگم که خط تاثیره مثلا برش چجوری میشه، لنگر چجوری میشه، چون من مثال برش لنگر اینها نزدم. چند تا نکته داره که خط تاثیر برش چجوریه، خط تاثیر لنگر چجوریه، خط تاثیر تکیگاه چجوریه. چند تا حالت داره که البته این حالتهایی که بهتون میگم یکی برای تیر دو سرساده است، یکی برای تیر یه سرگیر داره، که این دوتا رو بدونی تقریبا میتونید همه انواع تیرها رو خط تاثیرش رو ترسیم کنید. پس اجازه بدید بچه ها من یه سری بحثای پایه رو خدمتون بگم. Basic Influence Line، این Influence Line رو من دیگه با IL نشون میدم. چند تا نمودار پایه است که اینها رو بایستی بلد باشید. یکی اینه که اجازه بدید من اینا رو حذف کنم، خط این رو هم یه مقداری کوچولوترش کنم، یه تیر دو سر ساده است، گروپ کنم، خب اینو کوچیک‌ترش کنم. خب خوب، خب خط تاثیر چند تا، اگر این تکیگاه آ باشه، ببین چند تا چیز رو میخوام ترسیم کنم. یکی خط تاثیر عکس العمل آ و بی رو که متوجه شدید چجوری هستش، آر آ و آر بی رو متوجه شدید، آر آ و آر بی، ولی برش و خمش در نقطه‌ای که این وسط ها هستش، مثلا برش و خمش در یه نقطه مثل سی، برش و خمش خط تاثیر برش چیه؟ مثلا ما تو نقطه سی ما میخوایم اگر بار حرکت کنه ببینیم برش داخل دل تیر چقدر تغییر میکنه، اینو بهش میگن خط تاثیر برش. اگر ما بار واحد در طول این تیر حرکت کنه و بخوایم لنگر رو مثلا در یه نقطه سی محاسبه کنیم ببینیم در دل این مقدار لنگر چقدر هستش، این میشه خط تاثیر لنگر سی، که این رو باز با روش مستقیم میتونیم حل کنیم. یعنی یه بار بار آ رو بذار، یه بار بار واد رو میذاریم آ، لنگر اینجا رو حساب میکنیم که صفر میشه، یه بار بار واد رو میذاریم اینجا، لنگر رو حساب میکنیم قبل از سی، یه دونه هم بعد از سی، چون اینجا وقتی که نقطه سی رو بررسی میکنیم این میشه یه دهانه، باعث ابتدا و انتهاش مقادیر لنگر معلوم باشه، و این ورم اینا میشه یه دهانه، ابتدا و انتهاش باعث مقدار لنگر رو بدونیم، که اگر ما مقدار لنگر رو در این 4 تا نقطه، نقطه آ قبل از سی میشه دهانه اول، بعد از سی و نقطه بی، این 4 تا نقطه رو اگر مقادیر لنگر رو به دست بیاریم به هم دیگه وصل کنیم میشه خط تاثیر سی. این روش مستقیمه، این روش مستقیمی که من واسه این روش مستقیم مثال حل نکردم. من روش مولر برسلاو رو میگم که روش در واقع آسونی هستش و ازش میتونید استفاده کنید. خب فرض کنید که کل طول این تیر بچه ها L باشه، کل این طول چقدره؟ L، این طول L هستش و این نقطه‌ای که میخوایم بررسی کنیم در فاصله مثلا این ور آی کوچیک، این ور آی بزرگ، یعنی فاصله ای که ما بین این نقطه است، از این ور آی کوچیک و از این ور بی کوچیک، میخوایم این خط تاثیر برش و خمش توی نقطه سی رو بهتون بگم، که این یه در واقع یه نمودار پایه‌ای هستش که بایستی بلد باشید. این طول فرض کنید در واقع آ هستش، آی کوچیک هستش، اینجا آی کوچیکه و این طرف هم بی کوچیک، البته این تا انتا. خب نمودار خط تاثیر برش، خط تاثیر برش رو میخوایم تاثیر در واقع ترسیم کنیم، خط تاثیر یعنی وی نقطه سی رو میخوایم ترسیم کنیم، وی نقطه خط تاثیر وی سی رو میخوایم ترسیم کنیم، به این صورت میشه یه خط افقی میکشیم به عنوان محور خط تاثیر. خب ما تغییر شکلی که داریم بچه‌ها، خط تاثیر در واقع تغییر شکلی که داریم
کل تغییر شکلی که در محل برش ایجاد میشه برابر با 1 هستش، ولی مقدار شکل خط تأثیر برش به این صورتی هستش که براتون میکشم. این رو بایستی بلد باشید که این یک در واقع نمودار بیسیک هستش، به این صورت میشه. از تکیگاه مقدارش 0 اینجا میاد پایین که الان بهتون میگم چقدره، ولی اینجا تغییری که میکنه یعنی مقداری که میاد بالا به اندازه 1 هستش و اینجا هم دوباره تبدیل به 0 میشه. نمودار خط تأثیر برش اینه، ولی این مقدارهایی که داره، ببینید این کل این 1 هستش به اندازه همون 1 تغییر شکله، ولی اینجا این تغییر شکلی که این وره به اندازه این مقدار آ تقسیم بر ال، پس این تغییر شکلی که اومده پایین در واقع منهای آ بر روی ال، این مقداری که اومده پایین و این وره این مقداری که رفته بالا به اندازه بی تقسیم بر ال، پس این ورم این بی تقسیم بر ال که جمعشون میشه چی؟ میشه آ به اضافه بی تقسیم بر ال که میشه 1. یعنی این به اندازه 1 تغییر شکلی هستش که ایجاد میشه. پس خط تأثیر برش در یه نقطه از یک تیر دو سر ساده به این صورت میشه و خط تأثیر مربوط به لنگر رو هم در همین نقطه، لنگر داخلی رو اگر بخوام تأثیر ترسیم کنم، یعنی ام سی رو ترسیم کنم به این شکل، به این صورتی میشه که الان خدمتتون میگم. این لنگر در نقطه ابتدایی مقدارش 0ه، اینجا مقدارش ماکسیموم میشه و دوباره در این نقطه 0 میشه. خب اینجا ببینید گفتیم که جمع این دوتا تغییر شکل باعث 1 بشه، اینجا جمع این دوتا زاویه باعث 1 بشه، جمع این دوتا زاویه باعث 1 بشه که از اینجا نتیجه میگیریم که این ارتفاع برابره با آ ضرب در بی تقسیم بر ال. اینها بچه ها اثبات هم داره، من خیلی دیگه نمیخوام وارد بحث اثباتشون بشم. اینجا در واقع این ارتفاع میشه آ ضرب در بی تقسیم بر ال. اینها بچه ها پایه است که بایستی بلد باشید برای ترسیم نمودارهای خط ترس در واقع ترسیم. پس این ارتفاع اینجا برابر است با آ ضرب در بی تقسیم بر ال، این ارتفاعی هستش که در نمودار لنگر ایجاد میشه. پس به این صورت بچه ها بایستی این دوتا نمودار رو در یک تیر دو سر ساده بلد باشید. علاوه بر چی؟ علاوه بر این که در تکیگاه بلد بودید که نمودار تکیگاه چجوری میشد، به صورت اینجا 1 بود و اینجا 0 بود و این تکیگاه اینجا 1 بود و اینجا 0 بود، علاوه بر اون دوتایی که در واقع استاید قبل گفتم. این دوتا نمودار پس مهم بود. حالا بریم سراغ تیر دو سر یه سر گیردار. اینجا هم توی تیر یه سر گیردار خط تأثیر مربوط به هم عکس العمل تکیه گاهی رو براتون میکشم، هم خط تأثیر لنگر و هم خط تأثیر برش و لنگر در یه نقطه این وسط مسطح رو ترسیم میکنم. پس اینجا تیر یه سر گیردار باز دو سه تا حالت داره که اینها رو بایستی بلد باشید. تیر یه سر گیردار اینجا فرض کنید که میخوایم توی این نقطه آ، اینجا نقطه آ هستش و نقطه بی و یه نقطه سی هم این وسط هستش، البته نقطه بی هیچی نداره پس ما مثلا نقطه بی بی‌معناست، ولی خب به هر حال همین نامگذاری که این ور داشتیم این ور هم میذاریم. پس ما یه نقطه آ داریم، این نقطه بی که مهم نیست، این طولها رو هم در واقع اونجا داریم، این آ بی و ال رو هم این ور داریم و به همین صورت این طول هم اینجاست، این نقطه سی در فاصله آ قرار گرفته. ما میخوایم ببینیم نمودار خط تأثیر تکیگاه، خط تأثیر عکس العمل تکیگاه، خط تأثیر لنگر و برش و لنگر در نقطه سی به چه صورتی هستش. خب من اول خط تأثیر اینفلوئنس لاین آر آ رو میکشم، بعد ام آ، بعد وی سی و ام سی، یعنی 4 تا رو میخوام ترسیم کنم اینجا. پس بچه من اینجا 4 تا نمودار رو ترسیم میکنم که این 4 تا رو بایستی بهش دقت بفرمایید. پس من اول آر آ رو ترسیم میکنم. آر آ یعنی خط تأثیر کجا؟ خط تأثیر عکس العمل تکیگاهی آ. این خط تأثیر تکیگاهی آ از اصل مولر برسلاو اگر استفاده کنیم
یعنی اینجا قید مربوط به تغییر مکان رو اگر بزنیم و یک تغییر شکل بشه ایجاد بشه، این به اندازه یک میره بالا، همین خط تأثیر میشه یک بالا، یه دونه بره بالا، این میشه خط تأثیر عکس العمل آر آ. خط تأثیر آر آ از اصل مولر برسلاف میشه چی بچه ها؟ میشه یه دونه بره بالا، یک سراسری. پس این خط تأثیر مربوط به آر آ میشه که به این صورت این از این نقطه یه دونه میره بالا و تا آخر یک باقی میمونه. این خط تأثیر چی میشه؟ خط تأثیر آر آ. من چرا خود تیر رو حذف کردم؟ خود تیر رو مجدد ترسیم میکنم. خب این خطای سراسری رو هم یه جوری رنگشون خط چین کنم که قاطی نشن با شکل خود تیر. آره کم رنگشون کردم. پس ام آ میشه لنگر در آ. لنگر در آ، لنگر خب وقتی که لنگر اعمال میشه قید مربوط به لنگر بچه ها چیه؟ در واقع چرخش. اگر چرخش آزاد بشه، یعنی چرخش یک اعمال بشه، این میچرخه، این میچرخه. پس نمودار مربوط به لنگر در نمودار مربوط به لنگر تکیگاهی آ به چه صورتی هستش؟ به صورت یه خط صاف میشه که از صفر شروع میشه، از اینجا صفر شروع میشه و تا اینجا میره. چون شیبش یک به یکه، یعنی این طول ال تا رفته جلو، این ال تا میاد مقدارش میاد پایین. پس اینجا ارتفاعی که داره این ارتفاع برابر با ال، چون اینجا شیبش یکه، این خط این زاویه که اینجا ایجاد شده این زاویهش یکه، اینجا زاویهش یکه بچه‌ها، زاویهش یکه، یعنی شیب یک به یک هستش. پس اینجا طولش ال، اینم ال تا میره پایین، به اندازه طول ال میره پایین. طولش 5 متره، این 5 واحد میره جلو. این میشه چی؟ این میشه عکس العمل تکیگاهی در واقع ام آ. خب حالا اگر بخوایم ام در واقع برش و خمش در سی رو ترسیم کنیم، یعنی وی سی و ام سی رو ترسیم کنیم، ببینیم به چه صورت میشه. ما در واقع وی سی رو داریم، وی سی رو داریم. خب وی سی اگر داشته باشیم بچه‌ها، وی سی ببینید بچه‌ها اینجا آلوم اینجا چرا حذف شد؟ فکر کنم کشیدم آوردم پایین حذف شد. خب ببینید بچه‌ها این در واقع اینجا وقتی میخوایم برش رو در سی ایجاد کنیم، یه همچین رفتاری رو دوست داره در واقع ایجاد کنه، در واقع ایجاد کنه. ولی این طرف ببینید این سمت رو میخواد به اندازه آلوم بیاره پایین، نمیتونه بیاره پایین چون اینجا گیر داره. پس چون گیر داره پس این ور میشه صفر. پس کل در واقع طول در واقع تغییرات برش که یک باشه رو به این سمت اعمال میکنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر بار این ور باشه، بار یک باشه، کل برش به اینجا میرسه، به سی میرسه. اگر این ور باشه هیچی برش به اینجا نمیرسه. چرا؟ چون برش به تکیگاه میرسه. پس نمودار برش بچه‌ها تو این حالت چجوری میشه؟ به این صورت میشه، این ور صفره، این ور صفره، این ور میشه یک و تا آخر میره. پس اینجا خط تأثیر سعی کرده که یه چیزی شبیه به همین نمودار بشه. این ور چون سمت چپ تکیگاه گیردار بوده، این خواسته که این رو بچرخونه، نتونسته بچرخونه و کل تغییر شکل یک رو این ارتفاع یکی که ایجاد میخواسته در واقع اعمال کنه به اینجا اعمال کرده، این یکی و این ور صفر. این وی سی میشه و ام سی هم در واقع لنگر در نقطه سی هم به این صورت میشه که در واقع یه همچین چیز رو میخواد اجرا کنه، میخواد این ور رو در واقع به اندازه آلوم بچرخه، این ور هم به اندازه بی الوم. یعنی من الان اینجا حالا نگفتم این زاویه به اندازه این تتایی که اینجا هست آ الومه، این تتای این ورم بی الومه، این میخواد این زاویه رو بچرخونه، این ورم میخواد زاویه رو بچرخونه که نمیتونه این ور چون تکیگاه گیر داره نمیتونه این ور رو بچرخونه، یعنی اینجا میخواد مفصلی ایجاد کنه این ور رو بچرخونه چون تکیگاه گیر داره، اینجا این ور فیکس میمونه و این ور فقط کل تغییر شکل واحد رو این ور اعمال میکنه، یعنی اینجا با زاویه یک به یک میره جلو، یعنی این طول که بی هستش اینم به اندازه بی میره پایین. که اینها بچه‌ها
اینا پایه است، اینا که میگیم پایه است برای ترسیم نمودار خط تاثیرهایی که حالا در تیرهای چندانه خدمتون میگیم. پس اینجا در MSC به این صورت میشه که به اندازه چی میره پایین؟ به اندازه B میره پایین. که علتش چیه؟ علتش اینه که ما اینجا تغییر زاویه‌ای که داریم، تغییر زاویه‌ای که داریم به اندازه واحد هستش. این متغیر شکل این تغییر زاویه واحد به معنای شیب یک به یک، یعنی بی به اندازه بی رفته پایین. حالا من در واقع اسکیل مقیاس در واقع محور قائم رو با محور افقی یکی نگرفتم. خب این در واقع این دو تا تیر اصلی هستش که در ترسیم نمودارهای در واقع تیرهای چند دهانه در ترسیم به روش مولر برسلاو این خیلی به ما کمک میکنه. یعنی اینا رو دیگه بایستی سری بلد باشید و دیگه اینا رو نرید با تجزیه تحلیل کنید، این رو بایستی بلد باشید و سری اینا رو ترسیم کنیم. خب بریم سراغ یه مثال، یک سازی چند دهانه، اگزمپل وان. خب اینفلوئنس لاین رو میخوایم ترسیم کنیم. Influence line of the مثلا یه آر آی رو داریم، یه آر آ و ام آ. من یه تیر یه سرگیردار رو میخوام ترسیم کنم. اولش یه سرگیرداره، بعد رفته جلو. حالا من چند تا عبارت دیگه با توجه به شکل ترسیم میکنم، میگم که چیا رو اضافه کنیم. مثلا یه برش، یه خمش، سه چهار تا ترسیم میکنم که روی این شکل ببینید که چجوری میشه. خب یه مثال این تیری که میزنی بچه‌ها یک تیر چند دهانه است، یه تیر چند دهانه. اجازه بدید شکلش رو ترسیم کنم. خب این تیر چند دهانه بچه‌ها، این ورش یه سرگیر داره، یه سرگیر داره، اینجا یک تکیگاه قلتکی داره، اینجا یک تکیگاه قلتکی، اینجا یه تکیگاه قلتکی دیگه، این سر آزاد. خب اینجا ما دو تا تکیگاه، چون این سازه هرچا الان در واقع دو درجه نامعینه، الان این سازی که بید دو درجه نامعینه و باعثی حالا دو تا مفصل اضافه کنم. مفصلی که اضافه میکنم یه مفصل فرض کنید خمشی اینجا اضافه میکنم که اینجا تو مفصل خمشی بچه ها چیه داستانش؟ اینجا لنگر صفره ولی میتونه تغییر شکل داشته باشه. و یه دونه مفصل برشی اینجا میذارم، یه مفصل برشی اینجا میذارم، مفصل برشی به این صورت، مفصل برشی رو وسط دهانه میذارم که این مفصل برشی ببینیم چه تأثیری داره. این مفصل برشی هم فرض کنید شکلش اینجوری باشه. خب فعلا ما اینجا آر آ و ام آ رو میخوایم ترسیم کنیم و حالا طولها رو هم که داریم فرض کنید اولی دیگه طولها رو مثلا اینجوری می نویسم، این 3 متره، این 3 متره، فرض کنید اینم 3 متر باشه، حالا یا بیشترش کنم این 4 متر باشه، این 4 متر باشه، این 2 متر باشه، این 1.5 باشه، 1.5 باشه اینجا و این طرف هم فرض کنید دوباره 4 متر باشه یا 3 متر باشه، خیلی دیگه توریش رو خیلی نبرین جلو، 3 متر باشه. خب پس ما این طولها رو به این صورت داریم، این طول از اینجا تا اینجا 4 متر، از اینجا تا اینجا 2 متر، از اینجا تا اینجا 1.5 متر، از اینجا تا اینجا هم 1.5 متر. خب این 3 متر نسبت به 1.5 متر خیلی بهش نمیاد 3 متر باشه، بنابراین این رو تبدیل میکنم به 2 متر.
و خب این هم یه مقدار طولش بیشتره. خب به این صورت، پس یک سازه‌ای داریم با ابعاد مشخص و میخوایم خط تاثیر رو حالا در چند نقطه براش ترسیم کنیم. اول میاییم در نقطه آ، که این آ این تکیگاه اولی است، یعنی اینجاست، این تکیگاه آ اینجاست، تکیگاه آ اینجاست. من این رو میبرم توی اسلاید بعدی، کپی پیست میکنم. خب این الان در واقع میریم سراغ حل. خب میریم سراغ اصل مولر برسلاو. مولر برسلاو میگه که میخواید در واقع تکیگاه آ رو ترسیم کنید. ببینید قید تکیگاه آ رو حذف کنید. ببینید تکیگاه گیردار بچه ها قید برش داره، قید لنگر هم داره. قید برش این رو حذف کنید بچه ها، چون ما میخواییم آر آ رو در واقع ترسیم کنیم. بچه ها میخواییم چی رو ترسیم کنیم؟ اینفلوئنس لاین آر آ، آر آ رو میخواییم ترسیم کنیم، درسته؟ پس بایستی چی کار کنیم؟ در واقع بایستی قید اینجا رو حذف کنیم، قید اینجا حذف بشه. اینجا اگر بچه ها اگر قید مربوط به نیرو، یعنی نیرو تحمل نکنه، شکلش چجوری میشه؟ در واقع شکلش میشه مثل این، مثل اینجا. این یعنی در واقع این تکیگاه تبدیل بایستی بشه به یه همچین چیزی، تبدیل بشه به یه همچین چیزی. یعنی ما قید مربوط به نیرو رو حذف میکنیم و این به اندازه یه واحد بایستی بره بالا. پس ما اینجا یه واحد این رو میبریم بالا، یه واحد این رو در واقع میریم میبریم بالا. یک تغییر شکل واحد رو اینجا اعمال میکنیم، تغییر شکل واحد رو حالا با رنگ سیاه اعمال میکنیم و یه مقداری هم پررنگتر. خب تغییر شکل، این تغییر شکل واحد. خب اینجا که تغییر شکل رو اعمال کردیم، در واقع بچه ها سازه قیدش که آزاد شده اینجوری آزاد شده، اینجوری آزاد شده، یعنی سازه یه دونه میره بالا، درسته یه دونه میره بالا، ولی سازه اینجا قرار نیست که بچرخه، صاف میره بالا. یعنی اینجا یک که رفته بالا، این صاف میره بالا، صاف میره بالا، میدونی بچه ها این صاف میره بالا تا اینجا، تا اینجا. خب پس این سازه یک رفته بالا، ولی اینجا به علت اینکه مفصل داره بچه ها میچرخه، این دیگه قرار نیست باش در واقع به همین صورت کلش بیاد بالا. این تکیگاه فیکسه، این قرار نیست دیگه این با این بیاد بالا. ما فقط اون تکیگاهی که میخوایم یا اون قیدی که میخوایم عکس در واقع اینفلوئنس لاینش رو بکشیم یه دونه میاریم بالا. خب اینجا قید مربوط به تحمل برش رو حذف کردیم، الان این تکیگاه برش حذف میشه، یه دونه رفته بالا و اینجا دچار شکستگی میشه، چون اینجا میتونه بچرخه. تو اینجا نیروش در واقع تغییر مکان صفره و میاد تا اینجا و تا اینجا. پس به این صورت خط تأثیر از اینجا رد میشه، میاد تا اینجا، میاد تا اینجا. خب این ور ببینید بچه ها، این ور این در واقع این لنگش در واقع میاد پایین، این لنگش میاد پایین، ولی اون لنگش نمیاد بالا، نمیاد پایین. چرا؟ چون این برش تحمل نمی کنه، برش انتقال نمیده. پس این وقتی که رد بالا، این که رفت بالا و اینجا دچار شکستگی شد و حول این چرخید، این ور دیگه برش انتقال پیدا نمیشه و نمودار برش از این ور، از این ور تا انتها صفر میشه. نمودار برش ما صفر میشه. اگر یک بره بالا، اینجا هم یک هستش، اینجا هم یک هستش. خب یک به دو، اینجا هم مثلا این ارتفاع رو حساب میکنیم، مثلا اسمش رو میذاره x، میگیم x به 1.5 مساوی است با 1 به 2. این ارتفاع 1 رو به دست میاریم اینجا، پس خط تاثیر ما بس تموم شد، اینجا بسته میشه. خب خب پس خط تاثیر آرا به این صورت به دست اومد. حالا خط تاثیر آر بی رو ترسیم، ام بی رو، ام آ رو ترسیم میکنیم. خط تاثیر ام آ، خب این رو حذف میکنم، همون تکیگاه اولی رو اینم میارم سر جاش. خب میخوام چی رو ترسیم کنم بچه ها؟ میخوام ام آ رو ترسیم کنم، ام آ، ام آ.
خب امعا بچه ها ما دیگه باعث قید لنگر رو در واقع به جای این قید لنگر رو آزاد کنیم. قید لنگر یعنی تحمل تغییر شکل هایی که باعث ایجاد زاویه میشه. این اگر بخواد تبدیل بشه به در واقع قید لنگر، باعث این تبدیل بشه به چی؟ به مفصل. بچه ها این تبدیل بشه به مفصل، قید لنگرش حذف شده. این گام یک، قید لنگرش حذف بشه. حالا من این رو حالا با رنگ سفید توپر نشون بدم، این داخلش رو. خب اینجا قید لنگرش حذف میشه و اینجا تغییر شکل واحدی بایستی اعمال کنیم. یعنی اینجا بچه ها ما بایستی این رو، این عضوی که اینجاست رو، به زور با یک تغییر شکل واحدی بچرخونیم. به اندازه تغییر شکل واحد بایستی بچرخه. تغییر شکل واحدی که اعمال میشه اینجاست. خب این عضو بخواد بچرخه، بخواد عضو بچرخه، خب این میاد پایین، میاد تا اینجا و اینجا دوباره صفره، دوباره این میره بالا و اینجا دیگه متوقف میشه. دوباره اینجا یعنی اگر اینجا ما باری این ور باشه، اثری رو لنگر اینجا نداره. یعنی تو بالایی اگر باری اینجا باشه، هر باری اینجا باشه میفته روی این تکیگاه غلطکی. اینجا هم به همین صورت لنگری که داریم بعد از اینجا هرچی باشه هیچ تأثیر رو لنگر این ور نداره. خب خط تأثیر لنگر، ما تغییر شکل واحدی اینجا اعمال میکنیم، یک فرم تغییر شکل یافته واحد رو اینجا ترسیم میکنیم، میاد تا اینجا، میاد تا اینجا. حالا این خط تأثیر واحد رو حالا یه مقدار گنده کشیدم، یه مقدار کوچیک کش میکنم. خط تأثیر واحد این حالا یک کشیدیم اومد اینجا، دوچار شکستگی میشه. همیشه تو مفصل خط تأثیر دوچار شکستگی میشه و بعد خب اینجا تکیگاه صفره، به اینجا وصل میشه و ادامه پیدا میکنه. پس اینجا صفر میشه و ادامه پیدا میکنه. خب این طرف لنگش میره بالا ولی این طرف دیگه همراهش نمیاد. پس اینجا متوقف میشه. اینجا متوقف میشه و این طرف همراه این نمیاد بالا. و نمودار لنگری که ترسیم میشه، نمودار خط تاثیر لنگر به این صورت میشه. چون تغییر شکل زاویه یک، یعنی شیب اینجا یک به یک، یعنی این 4 متر که رفته جلو، این 4 تا 4 واحد پایینه. چهار واحده، حالا خط تأثیر، حالا خط تأثیر یه نیوتونی باشه، 4 نیوتون میره پایین. این 4 نیوتون میره پایین و حالا این ور چقدر میره بالا؟ این در واقع منفی 4 تا میره پایین و این طرف هم چقدر میره بالا؟ خب این نسبت 4 تا 4 به 2، یعنی این ارتفاع 2 برابر اینه. این هم حالا مثلا حالا در واقع معادله مینویسیم، میگی که 4 به 2 مساوی است با x به 1 کنیم، که حالا با توجه به اینکه این نسبتش ساده است، 4 به 2 این 2 برابر اینه، اینم نتیجه میگیریم که اینم 3 هستش که 2 برابر 1.5 میشه. پس این ارتفاع اینجا چقدره بچه‌ها؟ مثبت 3 هستش. پس خط تاثیر لنگر هم به این صورت در واقع ترسیم میشه. یه دونه خط تاثیر مربوط به برش و لنگر رو هم این وسط مسطح رو ترسیم میکنم و دیگه این جلسه رو به اتمام میرسونم. پس این خط تأثیر مربوط به برش و خمش، برش عکس العمل تکیگاهی و لنگر در این نقطه بود. حالا خط تأثیر فرض کنیم این تکیگاه چجوری میشه؟ این خط تکیگاه، این اگر بره بالا، این ور میره بالا، دوباره این انتقال پیدا نمیکنه و اینجا دوچار شکستگی میشه، میره بالا و این اینجا یک میشه. خط تأثیر مثلا بگم این برشی که اینجاست هیچی منتقل نمی کنه. حالا دوست داشتم یه مثال دیگه حل می کنم که این نباشه. این خط تأثیر اینجا باعث میشه که این ور هیچی نیفته. یه مثال دیگه میذارم که این نباشه، به جاش یه مفصل هم اینجا میذارم که شاید فکر کنم مفصل اینجا باشه خوشگل تر بشه. من مسئله اگزمپل دومی که میخوام حل کنم، حالا به جای این اصلا یه مفصل میذارم یا مفصل برشی یه جوری دیگه میکنم که این مفصل برشی نباشه. یه برش و خمشی رو در یه نقطه از در واقع تیر به دست میارم. مثال دو، اینجا من یک به جای اون تکیگاه گیردار در واقع یه تکیگاه، مثلا اینجا تکیگاه ساده است، این تکیگاه ساده است و اینها این دوتا تکیگاه فرض کنید غلطکی هستش.
خب الان اینجا ما در واقع 4 تا عکس العمل تکی داریم، یعنی سازه یه درجه آزادی چیزی یه درجه نامعینه. الان اینو حذف کنم سازه معین میشه. فرض کنید این طول هم مثلا 3 متر یا مثلا 2 متر، این انتها هم 1 متر، اینجا هم فرض کنید 1 متر. یه نقطه سی این وسط داریم، این سی در واقع 1.5 متر. اینجا ما میخوایم برش و خمش رو در نقطه سی به دست بیاریم، پس اینجا هم 1 متر باشه. ما میخوایم وی سی و ام سی رو در این تیر به دست بیاریم، پس در این تیر که به این صورت هستش ما میخوایم وی سی و ام سی که در این نقطه وسط هست رو به دست بیاریم. که اینجا بچه ما توی قسمت تیر دو سر ساده است، ما وی سی مربوط به اینجا رو بایستی مشابه با این ترسیم کنیم، یعنی به اندازه 1 آم این ور و 1 بیوم این ور، بیام این ور بیام پایین این ور برم بالا، و وقتی که میخوام نمودار لنگر رو بکشم تو این دهانه به اندازه آبی الوم برم بالا، و بعد با توجه به این در واقع شکستگی که اینجور ایجاد میشه بقیهش رو متناسب با این در واقع فرم تغییر شکل اعمال کنم. پس اینجوری میکنم این نقطه، حالا این نقطه هم 1.5 رو بچه ها تبدیل میکنم به 1.2 که حالا این وسط نباشه، این هم یه مقدار جابجا میکنم، یعنی اینجا تغییرش این طول 1 متر باشه این ور 2 متر باشه. پس این سی این نقطه است، این نقطه که این ور 1 متر این ور 1 متر و این ور 2 متر هستش. خب میرم برش و خمش رو برای نقطه سی ترسیم میکنیم در واقع حل. خب خط تأثیر مربوط به برش رو اول ترسیم میکنیم و بعد خط ترسیم لنگر رو هم این پایین روی این ترسیم میکنیم. پس وی سی رو اول ترسیم میکنم اینجا، وی سی، و بعد ام سی رو میام ترسیم میکنم. خب وی سی اول بخوام ترسیم کنم، شکل وی سی همون جوری که عرض کردم یه قسمتی داره اول میاد پایین، این قسمت اول میاد پایین و بعد یه قسمت اینجا میاد پایین به اندازه 1 آلوم و بعد این طرف به اندازه 2 آلوم میاد بالا. صدا نداریم؟ خب خط تأثیر برش رو همونجوری که عرض کردم این طرف به اندازه 1/3، یعنی این طول تقسیم بر کل طول دهانه 1/3، و این طرف هم میشه طول این دهانه به کل طول دهانه که میشه 2/3. یک تغییر شکلی در کل به اندازه 1 ایجاد شده و این طرف اومده پایین و این سم میره بالا. خب این که رفته بالا بقیه تیر خب به این چسبیده است، این که میره بالا. فرض کن بچه ها این خود تیر رو اینجا دوچار شکست کرده این و رفته بالا، خب خود تیر رو بخوای فرمش تغییر شکل یافتهش رو بکشیم، این فرم تغییر شکل یافته است، و این تیر رو اگر اینجا فرض کن از این نقطه دوچار شکستگی کنیم و بگیم بیا با پایین، خب تیر از این نقطه میچرخه میاد بالا، اینجا هم مفصله میچرخه از این ورم که گیره در واقع دوچار شکستگی میشه و میاد پایین. این ارتفاع ها رو که میبینید این ارتفاع ها رو با استفاده از این مقدار 1/3 2/3 که داریم میتونیم تعیین کنیم، مثلا این طول 2 این طول هم 2 پس این 2/3 این هم 2/3، اینجا 1/3 به 1 باعث اینجا هم مقدار x به 2 باشه که اینجا میشه در واقع میشه 2/3 دو برابر این میشه، و اینجا 2/3 به 2 و این ورم در واقع میشه 1/3 به 1 که نسبتشون 1 میشه. پس این ارتفاع ها رو میتونیم به دست بیاریم. خب این خط تأثیر مربوط برش در نقطه سی بود. ما اگر بخوایم خط تأثیر لنگر در سی رو ترسیم کنیم باید در واقع اون نمودار پایه رو دوباره مد نظر داشته باشیم. یک خط تأثیر لنگر ما بین دوتا تکیگاه برابر آبی الوم میره بالا، که این آبی الوم چقدر میره بالا اینجا؟ 1 آ 1 بی 2، 1 ضرب در 2 تقسیم بر کلش، پس 1 ضرب در 2 تقسیم بر 3 این به اندازه این میره بالا. یه مثلث اینجوری
ایجاد میشه به اندازه یک ضرب در دو تقسیم بر سه میره بالا و بقیهش باعثی متناسب با این بره پایین، این میره پایین، این ورم میره پایین، شکستگی ایجاد میشه و میره بالا خیلی راحت. من بقیهش رو هم اگه خیلی راحت میتونید شما خودتون بقیهش رو ترسیم کنید، یعنی ادامه این همراه با این میره پایین، اینجا دوچار شکستگی میشه و بعد اینجا صفره و میره بالا، اون سرش هم که آزاد مشکلی نداره دوچار تغییر شکل میشه. فقط اینجا مقدارش چقدره؟ برابر است با آ ضرب در بی تقسیم بر ال، یعنی یک ضرب در دو تقسیم بر کل طول که سه باشه. پس این ارتفاع مساوی است با یک ضرب در دو همش تقسیم بر سه، یک ضرب در دو تقسیم بر سه که میشه دو سوم. پس این ارتفاع دو سوم میشه. این ارتفاع که دو سوم باشه، این ارتفاع هم چون طولش دو متره، این ارتفاع هم دو سومه، این طولش یکه، این طولش دوه، این در واقع میشه چهار سوم. اینجا پس میشه چهار سوم، چهار سوم در طول دو متره و این طرف هم میشه نصف این که میشه دو سوم، دو سوم. و این ورم که در واقع چون دو متر بود، این هم میشه دو سوم. من خودم عمدن این طولا رو جوری گرفتم که راحت تر باشه، ولی فرض کن مثلا اینجا مثلا 5 متر بود، میگفتیم x به 5 مساوی است با 2 سوم به 2، x رو به دست می آوردیم. به این صورت بچه‌ها خط تأثیر رو میتونید با استفاده از اصل مولر برسلا و تصور این که تغییر فرم تغییر شکل یافته سازه چجوری میشه خیلی راحت ترسیم کنید.